با درود به دوستان گرامی، قسمت سوم آموزش سیستم عامل ویندوز زیبن رو شروع می‌کنیم. امروز به بررسی مشخصات و تغییر خصوصیات در اشتارت ویندو می‌پردازیم. قبلا راجع به اشتارت ویندو تا اندازه‌ای صحبت کردیم، بر روی اشتارت باتن قرار می‌گیریم، کلید سمت راست ماوس رو کلیک میکنیم و وارد ویندوز آیکن شافته میشیم. در این ویندوز آیکن شافتن، در واقع آیکن شافتن اشتارت منیو رو، در اینجا یک سری آپشن ها رو میتونیم تغییر بدیم. یکی از اونها استاندارد اکسیون به اندن، ما برای خاموش کردن کامپیوتر از کلید هرونترفارن استفاده میکنیم. این امکان وجود داره، روی این آپشن کلیک میکنیم و یه فهرست میاد. میتونیم مثلا با زدن روی کلید موی اشتارتن در واقع عملیات بندن رو انجام بدیم، یعنی کامپیوتر رو خاموش کنیم، و یا اینکه یه آپشن دیگه رو برای این مورد انتخاب. در اینجا یه قسمتی هست به نام داتن شوز. اولین آیتم هست سولتس گفنت پروگرام این شتارت منیو شپایشن اون انسایگن. به صورت نرمال این کلیک خورده در ویندوز، اما من به خاطر تنظیمات روی دستگاه خودم اینو آنچک کردم. در واقع اگر این چک بخوره، به این معناست که شما در اشتارت منیو، در این قسمتی که روشن‌تر هست ویندوز، یعنی سمت چپ، همیشه لیست آخرین برنامه‌هایی که شما اجرا کردین اینجا قرار می‌گیره. بنابراین همیشه متغیره. آخرین برنامه‌ای که اجرا کنین به این لیست اضافه میشه. اگر اینو آنچک کنین، بنچه شما میتونید در اینجا برنامه‌هایی رو که خودتون دوست دارین قرار بدین و ست کنین و تغییر نکنه، همیشه همون برنامه ها باشه. بنابراین به همین دلیل از این آپشن ما استفاده می‌کنیم. آپشن دوم سولتس گفنت المنت این شتارت منیو این ده تاسک لیست اشپایشن آن ساید. این الان چک خورده. این به این معناست که مثلا فرضاً در روی مایکروسافت ورد که قرار میگیریم، لیست داکیومنت هایی که آخرین بار توسط مایکروسافت ورد باز کردیم و استفاده کردیم در اینجا داریم، در این ویندو داریم که در زیر آپشن مایکروسافت ورد هست. اگر بخوایم این لیست رو نداشته باشیم، در اینجا اینو آنچک میکنیم. وقتی اینو آنچک کنیم و اوبه نیمن کنیم، یعنی تایید کنیم، الان روی اشتارت منیو که برم، میبینیم که ما هیچ لیستی در زیر مایکروسافت ورد نداریم. یعنی آخرین فایل ها یا داکیومنت هایی که در وسط مایکروسافت ورد باز شده نشون داده نمیشه. و اگر چک بزنیم، اون داکیومنت ها نشون داده میشه. یه آپشن دیگه در اینجا وجود داره به نام انپسند. روی این انپسند که کلیک کنیم، یک سری خصوصیات دوباره همون اشتارت منیو رو ما میتونیم تغییر بدیم. به عنوان مثال، مثلا اینجا آپشن کامپیوتر رو در نظر بگیریم. این کامپیوتر در واقع همین کامپیوتر که اینجا ما داریم. الان نوشته شده کامپیوتر آلس منیو انسایگ. دقیقا وقتی روش میایم به صورت فهرست داره محتویاتش رو نشون میده. اگر من بگم alles verknüpfen anzeigen و اینو اوکی کنم و بعد او به نیمن انجام بدم، وقتی روی اشتارت ویندو میدم، دیگه در زیر تحت کامپیوتر هیچ فهرستی رو نمیبینم. یا به عنوان مثال میام در امپسن روی عنوان مثال آپشن اشپیده.
الان به صورت فرد مفهوم انسایگه شده. مگه اینو بزنم از منیو انسایگه و اوکی کنم اشپیله رو و او به نیمن کنم، وقتی میرم روی این و میرم روی اشپیله به صورت یک فهرست بازی های تحت این آیتم رو داره. و اگر اینو از این حالت در بیارم، یعنی در امپسن برم روی اشپیله و بگم حال اسپک موفم انسایگن، اوکی کنم و بعد رو به نیمن، الان اگر نگاه کنیم میبینیم که تحت اشپیله هیچ چیزی نداریم و باید روش کلیک کنیم در واقع که لیست اون بازی ها بیاد. اینا تنظیماتی که شما خودتون میتونید برای برنامه خودتون بکنید هر جوری که راحت هستید باش کار کنید. مثلا فرضاً گروس سیمبل فروندن چک خورد، اگر من اینو آن چک کنم و اوکی کنم و او به نیمن کنم، میبینیم که اینا همه کوچیکتر میشه از اون چیزی که قبلا بود. و اگر گروس سیمبل فروندن رو چک بکنم، یعنی اینطور باشه، در نتیجه این دوباره به حالت اولیه خودش برمیگرد، این آیکون ها و آیتم ها بزرگتر میشه. خیلی یه سری خصوصیات هست، شما خودتون میتونین امتحان کنین و آزمایش کنین و استفاده کنین. و بعدم که تمام تمریناتو کردین، اگر از این آپشن یعنی استاندارد اینشتونگن روی این کلیک بکنین، دوباره سیستم برمیگرده به همون حالت اولیه‌ای که بوده. یعنی شما همه تغییرات رو میتونید بکنین، تمرین انجام بدین و بعد با زدن این به حالت اولیه برگردین سیستمتون. در مورد استارت منیو گروسه، بزرگی این استارت منیو اینجا نوشته شده انسال ده سولت آسک فوتن پروگرامه. این الان دیزیبل هست. دلیلی که دیزیبله به خاطر اینه که من در این قسمت ویندوها، یعنی در این سمت چپ که روشن‌ترم هست، برنامه‌های فیکس گذاشتم در اینجا، ولی در این قسمت انسال دستولت فرونده اینجا رو نگاه کنین، اینجا تعداد دهه. مثلا فرضاً اینجا که بیاین الان یکی هست تا 10 تا آیتم میتونین داشته باشین در اینجا حد اکثر. بنابراین در واقع اینو میتونیم تنظیم کنیم، میتونیم اینا تغییر بدیم و یک عدد دیگه ای رو درش قرار بدیم که میذاریم همون 10 باشه. به این شکل ما میتونیم این استارت منیو یک سری از خصوصیاتش رو تغییر بدیم. و یه موضوع دیگه هم که میشه اینجا مطرح کرد اینه که